بررسی قیمت و آینده توموچین از جمله مشکلات بسیار مهمی که مدت هاست ارزهای دیجیتال با اون درگیر هستن و دست و پنجه نرم میکنن، مشکلات حوزه مقیاس پذیریه که حتی پرطرفدارترین و گرونترین رمز ارزها مثل بیت کوین و اتریوم هم به اون مبتلا هستن. مشکلات مقیاس پذیری فقط بر روی سرعت واکنش ها و بازه زمانی تایید تراکنش اثرگذار نیست، بلکه بر میزان کارمزد هم تأثیر میذاره. امروز در این ویدیو قصد داریم با همدیگه به بررسی یکی دیگه از ارزهای دیجیتالی که با هدف حل این مشکل ایجاد شده بپردازیم. این ارز دیجیتال توموچینه که در سال 2018 به منظور چاره‌جویی پا به دنیای بزرگ کریپتوکارنسی ها گذاشته. سلام، به چنل کریپتو ایجنسی خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که بیننده ویدیو ما هستید. سابسکرایب چنل یادتون نره و واسه اینکه از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید رو اون زنگوله کوچیک کلیک کنید. اگه ویدیو رو دوست داشتید بدونید که با لایک کردنتون کلی انرژی واسمون میفرستید. خب بریم سراغ ویدیوی امروز. توموچین نوعی بلاکچین غیر متمرکزه که قصد داره با بکار بردن روش افزایش تعداد تراکنش ها در ثانیه یا TPS به جنگ مشکلات مقیاس پذیری بره. هدف اون از سوی تیم توسعه دهنده این پروژه اینگونه بیان شده که میخواد مشکلاتی که اتریوم در حوزه تعامل پذیری و مقیاس پذیری داره رو حل کنه. تلاش توموچین بدین گونه است که با بکار بردن راه حل های نظیر شاردینگ و همچنین مشارکت در رأی‌گیری به حل مشکل مقیاس پذیری بپردازه. امکان انجام حداکثر 5000 تراکنش در ثانیه از سوی توموچین فراهم شده و همچنین تونسته تا حد قابل قبولی از مبلغ کارمزد هم کاهش بده. تیم توسعه دهنده توموچین مدعی شده که با دست پیدا کردن به شاردینگ سرعت تراکنش رو حتی به 20000 الی 30000 TPS هم میتونه برسونه. توموچین ویژگی هایی داره که میتونه موقعیت اون رو در زمینه ی رقابتی که بر سر حل مشکل مقیاس پذیری وجود داره بسیار شکوفا کنه. این ویژگی ها یا مزایا عبارتند از فراهم بودن بستری برای ساخت اپلیکیشن های غیر متمرکز در بستر توموچین، برخورداری از مکانیزم گواه اثبات سهام مبتنی بر رای گیری، پروتکل زیرو فریکشن و سیستم مستر نود ها، دارا بودن تیمی متخصص و مشاورانی مجرب و همچنین نقشه راهی شفاف، دارا بودن سرعت تراکنش بالا، کارمزدی بسیار اندک و تایید تراکنش دو ثانیه ای. تحلیلگران معتقدند با توجه به چنین مزایایی میشه تا حد بسیار زیادی و آینده ای درخشان برای توموچین فکر کرد. توموچین رو میشه نوعی میزبان برای طیف بسیار گسترده ای از محصولات بلاکچینی دونست. در ادامه میخواییم به محصولاتی اشاره کنیم که هر یک عنصری ضروری از اکوسیستم توموچین به شمار میرن. برخی از اونها عبارتند از تومو والت، کیف پول بومی پلتفرم توموچینه که در سراسر اکوسیستم ارز توموچین به کار میره. به منظور ذخیره سازی ارز دیجیتال توموچین و هر توکنی که روی بلاکچین تومو صادر شده هم این کیف پول کاربرد داره. تومو اسکن تشابه بسیار زیادی با اتریوم داره، ولی گفته شده که پیشرفت های تومو اسکن بیشتره. تومو اسکن ارائه کننده یه تجزیه و تحلیل شفاف روی زنجیره است که نمایانگر تجسم های فنی فعالیت شبکه هستند. تومو بریج فراهم کننده یه تعامل بین توموچین و سایر بلاکچین هاست. با استفاده از تومو بریج این امکان برای کاربران وجود داره که با بکار بردن رابط گرافیکی ساده توکن ها را از یک بلاکچین به بلاکچینی دیگه مبادله و منتقل کنند. از سوی پلتفرم های گوناگون پیشبینی روند قیمت در رابطه با توموچین این گونه اظهار نظر شده که تا پایان 2022 شاهد رسیدن اون به قیمت دست کم 3.35 دلار، حداکثر 3.84 و
و به صورت میانگین 3.47 دلار خواهیم بود. همچنین در سال 2023 هم دست کم 4.86 دلار، حداکثر 5.85 و به صورت میانگین 5.3 دلار بالا بره و برای سال 2024 هم همین ارقام به ترتیب 7.26، 8.62 و 7.46 دلار پیش بینی شده. شما به منظور نگهداری ارز تومو میتونید از کیف پولهایی مثل تومو ولت، کیف پول سخت افزاری لجر، تراست ولت، متامسک، بایننس چین ولت و غیره استفاده کنید. به منظور خرید و فروش این توکن هم میتونید به صرافی هایی مثل بایننس، FTX، کوکوین، گیتس.io و غیره مراجعه کنید. بر اساس راه حل های ارائه شده به منظور حل مشکل مقیاس پذیری از سوی توموچین و همچنین روند عملکرد اون تا به کنون، تحلیلگران آینده پیش روی این ارز را روشن میبینند. اما مهمترین نکته در جامعه ارزهای دیجیتال اینه که قبل از سرمایه گذاری در هر ارز دیجیتال تحقیق و ریسک های موجود رو بررسی کرده و بشناسید. حالا میخواییم نظر شما رو بدونیم. نظر شما راجع به توموچین چیه؟ راه حل های اون برای حل مشکلات مقیاس پذیری رو تا چه حد مؤثر میبینید؟ آیا تجربه استفاده از محصولات توموچین رو دارید؟ لطفاً نظرتون رو توی بخش کامنت ها برامون بنویسید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و به دوستاتون معرفیش کنید. ممنونم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.